خود بردیم و بار دیگران، کار خود کردیم و کار دیگران. ای دریغ از آن صفای کودنم، چشم دد فانوس چوپان دیدنم. با تن فرسوده پای ریش ریش، خستگان بردم بسی بر دوش خیش. شعر از بامداد. زمزمه پایان شب و نزدیکی لحظه دیدار می رسد. شاید شوق این وصال است که باعث شده آن خمودگی و یأسی که بیش از 5 ماه می شود عده زیادی از ما را در بر گرفته بود، امروز به مانند یخی در مقابل گرمای امید وصل بالاخره آب شود. امروز سرانجام عده ای از برادرانمان برانگیخته شدند که به جای دعوت و اصرار ورزی به اعلام براءت از این و آن، اقدام به یک حرکت متحدانه کنند. شوق دیدار یار گویی پرده ها را از جلوی چشم آنان به کناری زده است. دوستانی که تا همین چند روز پیش فریاد اعتراضشان به هر آن کس که کلمه حسر را به کار می برد بلند بود و می گفتند حال حضرتشان خوب و خوش است و در رفت و آمد آزاد، و یا استفاده از این کلمه اهانتی است به ایشان چون نور را نمی توان به حسر کشید. و در طول این مدت چقدر وقت و انرژی به این خاطر به هدر رفت. هم کیشانی که برادر ایمانی خود درویش سلاس بیگناه را تنها گذاشتند و او را به ناحق متهم به 3 قتل کردند و گفتند که حکم او 3 بار قصاص است. هم مسلکانی که حتی با وکیل سلاس کوچکترین همکاری نکردند و در حالی که او در پی تماس با آنها بود جوابش را ندادند و روی پنهان کردند. برادرانی که فقط دعوت به سکوت و بی حرکتی و خمودگی کردند و حتی مراجعه به سایت‌های خبری برای کسب اطلاع از احوال درویشان را ناشایست شمردند. هم کیشانی که گرفتن حمایت از شخصیت‌های دینی، فرهنگی، سیاسی و یا حقوق بشری را ناروا می‌دانستند و تشویق به نظاره‌گر بودن می‌کردند. برادرانی که مصاحبه با رسانه‌ها و رادیو تلویزیون‌ها را برای افشاگری جایز نمی‌دانستند و می‌گفتند این اقدامات شما موجب بسی دردسر است. هم کیشانی که در حرکت اعتراض‌آمیز بر حکم اعدام سلاس حتی از گرفتن عکسی از این درویش پاک باخته بیگناه جلوی چهره خود و شرکت در این جریان جمعی مسالمت‌آمیز دریغ ورزیدند. کسانی که دست به قلم برده و از وارد کردن هر تهمت و حتی کی و افترا و اتهام ناجوان مردانه و توهین به برادران ایمانی خود و حتی به بزرگان سلسله کوتاهی نکردند. هم مسلکانی که گاه با رکیک‌ترین فحاشی‌ها به یاران ایمانی خود فضای مجازی را آلوده کردند و به ساحت درویشی لجن پاشیدند و باعث بسی بی‌آبرویی شدند. گروهی جوشان و خروشان هر لحظه اقدام به حرکتی، قدمی، قلمی برای دفع این ظلم می کردند و گروه دیگر در تلاش برای سنگ‌اندازی دانها و ایجاد سد در جلوی گامهایشان. گروهی با جانفشانی و پشتکار در پی گرفتن حمایتی، نامه‌ای، پیام همبستگی و امضایی از شخصیت‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی و گروهی دیگر در پی نوشتن نامه‌های اعتراضی به همانها که چرا حمایت کرده اید. گروهی کمپین ابراز فراغ از مجذوب برپا می کردند تا با خواندن شعری، متنی، سخنی، بیان احوالی به دوری از دوست خونه کنیم و گروهی سعی در جایگزین کردن دیگری به جای پیر. در این شلوغ بازار حتی بعضی از مزاحمت‌های تلفنی به این و آن با کلامی تهدیدآمیز و با خیال ایجاد ارعاب فروگذار نکردند. در این 5 ماه و اندی چه ها که نگذشت. عده ای از خواب و خوراک خود صرف نظر کردند، شب و روز خود را در طبق اخلاص گذاشتند و برای وصال یار لحظه‌ای آرام نگرفتند و فقط به آموزش های 20 ساله حضرتشان اندیشیدند و آسودگی وجدان خود را در بکار دستن این 2 روز دیدند. و اما صد افسوس که گروهی دیگر ای کاش به همان سکوتی که سر لوحه خود قرار داده بودند بسنده می کردند و از کارشکنی و چوب لای چرخ گذاشتند و اعتراضات پیاپی به آنان صرف نظر می کردند. دلم خون شد از این بیگانه مردم، خوشا آن مردم، آن جانان مردم.
حال امروز که بوی وصال یار میرسد و گویی دیوار ظلمت چکافته میشود، همان کسانی که دعوت به بی‌حرکتی میکردند به تکاپو افتادند و فراخوان یک روزه اعتراضی سه روزه را دادند و فعالانه در پی جلب دیگر برادران و خواهران ایمانی برای پیوستن به آنها شدند. حتی سایت هایی که در طی سالهای سال کارشان مخالفت و اهانت به دراویش و بزرگان آنها و حتی به قطب جلیل القدر سلسله بوده، امروز بلندگوی تبلیغاتی این فراخوان شدند. اما پا در میخانه ای گذاشتم که در آن هم امام حسین جای دارد و هم شمر. هم غم مولایم جمع آوری همه فقرا و رفع اختلافات بین آنهاست و می فرماید که اینها اختلاف دو برادر است. هرچند که این اختلاف از زمان حابیل و قابیل وجود داشته و یوسف به دست برادرانش به چاه افکنده شد، اما دوست خواهان اتفاق و اتحاد و یگانگی است و من گوش به فرمان او. از همان روز اول از کسی براءت نجستم و امروز هم علارغم همه آنچه برشمردم به نیت رضای مولا و مرادم به نوبه خود آرزوی موفقیت برای عموم روزداران و قبولی عملشان به درگاه خدا و تحقق نیت صدقشان از روزه سه روزه به نیت آزادی مولای من را دارم و خود نیز سه روز روزه میگیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که نقش خیش گم شد از زمیرم.